امروز فردا. به نام خدا و به یاد شهدا. هموطنان عزیز و شنوندگان گرامی را درود و سلام. بومان علی قاسمی هستم که از شبکه دیروز، امروز و فردا در خدمت شما می باشم. شنوندگان گرامی، در قسمت گذشته دلایل قیام سرتاسری هزاره ها و دلایل شکست قیام کنندگان را علیه قوای حکومتی امیر عبدالرحمن مفصل خدمتتان بیان داشتم. در این قسمت توجه شما را به تراژدی ترین مرحله تاریخ هزاره ها بعد از شکست قیام سرتاسری که عبارت از عواقب دردناک، مرگبار و محو هویت مردم هزاره بود، با استناد از تاریخ های مختلف خدمتتان به عرض می رسانم. چنانچه در قسمت گذشته عرض نمودم که قیام هزاره ها در سال 1930 میلادی کاملا سرکوب گردید و هزاره ها با شکست مواجه شدند. اما این که بعد از شکست چگونه مرحله تراژدی و غمبار هزاره ها شروع شد؟ لام تیمورخانوف در کتاب تاریخ ملی هزاره می نویسد که هزاره ها بعد از شکست نه تنها روی مسئولیت و امنیت را ندیدند، بلکه آنهایی که در جنگ ها و مراحل مختلف قیام کشته و اسیر شده بودند با شجاعت جنگیده و بعد به دست دشمن کشته شده بودند، اما آنهایی که باقی مانده بودند با وضع بدتر از آن به کشتارگاه ها سوق داده می شدند. من به علاوه می کند که پس از سرکوبی قیام عمومی هزاره ها هیچ گونه اثری از استقلال داخلی طوائف هزاره و یا بزرگان آنها باقی نماند. تمام میرها و شخصیت های سیاسی، مذهبی و اجتماعی هزاره ها یا کشته شدند و یا دست بسته به کابل فرستاده شدند که در آنجا هم زندانی و بعد اعدام گردیدند. تمام امور رهبری و نظارت به دست حکام و مأمورین دولتی افتاد که از کابل فرستاده می شدند. قوای نظامی بسیار مجهز در هزارجات جابجا گردید که در مناطق استراتژیک سنگرمندی نموده و پایگاه‌های مستحکمی را ایجاد کردند. مأمورین دولتی که در هزارجات فرستاده می‌شدند اصلاً مورد بازپرسی قرار نمی‌گرفتند و در بدل ظلم‌هایشان بالای رعیت هزاره پاداش می‌گرفتند. علمای اهل سنت، قاضیان حنفی مذهب برای رهبری و رهنمایی هزاره های شیعه مذهب گماشته شدند. منابع: تاریخ ملی هزاره نوشته تیمورخانوف، سراج التواریخ جلد سوم و وقایع هزارجات نوشته علامه فیض محمد کاتب هزاره، عین الوقایع نوشته محمد افضل اروزگانی، کلیات ریاضی نوشته محمد یوسف ریاضی هروی. شنوندگان عزیز، در قسمت گذشته یادآور شدم که پس از اعلان جهاد از طرف عبدالرحمن علیه هزاره ها، شمار زیادی از اقوام کوچی و قبایل آنسوی مرز به ندای عبدالرحمن لبیک گفته و راه هزارستان در پیش گرفتند. آقای عباس دلجو در کتاب هزاره ها و حاکمیت های استبدادی 100 سال اخیر جلد اول می نویسد که پس از حکم نامه عبدالرحمن، افراد بیشتر از 80 قبیله پشتون تبار داوطلبان حاضر شدند تا بر ضد هزاره ها بجنگند، که بیشتر دلایل تمایل اقوام و قبایل گوناگون پشتون جهت شرکت در جنگ با هزاره ها، تصرف زمین ها و املاک هزاره ها بود که علاقمندان می توانند نامه های قبایل را که در جنگ هزاره ها داوطلبان شرکت نموده بودند و بعدها در تاراج و چپاول دارایی مردم هزاره و غصب زمین های آنها سهم گرفته بودند در کتاب هزاره ها و حاکمیت های استبدادی 100 سال اخیر جلد اول نوشته آقای عباس دلجو و همچنین سراج التواریخ جلد سوم وقایع هزارجات صفحه 227 نوشته علامه فیض محمد کاتب هزاره مطالعه نمایند. آقای دلجو علاوه می کند که تعداد بیشمار قبایل پشتون که از یک سو زیر تأثیر فتواهای مذهبی و فرمانهای عبدالرحمن قرار گرفته بودند، مشتاقانه و داوطلبانه در جنگ علیه هزارها شتافتند
و از سوی دیگر نه تنها هزارها را کشتند، بل تمام اموال و مایملک و دارایی آنان را نیز غصب نمودند. همچنان روایات و مدارک مستند تاریخی بر روشنی گواهی می دهند که جامعه هزاره در اثر کشتار بیرحمانه عبدالرحمن و لشکریانش از اواخر سده 19 تا اوائل قرن 20 میلادی بیش از 62% نیروی انسانیشان را از دست دادند. منبع با استناد از دایرکتری جهانی اقلیت‌ها و مردمان بومی نوشته ایما ایست بود در مورد قتل عام و نسل‌کشی هزارها توسط امیر عبدالرحمن علاوه می‌کند که عبدالرحمن برای سرکوب هزارها به صدور مالیات بیجا و ضرب و جرح زنان هزاره، قتل عام، غارت و چپاول خانه‌ها، بردگی کودکان، زنان و مردان هزاره و جایگزینی ملاهای شیعه با همتاهای سنی ادامه می‌داد. هزارجات توسط عبدالرحمن در سال 1893 میلادی اشغال شده بود و تخمین زده می شود که 60% از جمعیت هزاره ها محو شده و از بین رفتند. در طول فرایند پشتونیزه آزار و اذیت مردم هزاره در سرتاسر قرن 19 در طول سلطنت از 1929 به بعد ادامه داشت. هزارها ناگزیر به پنهان کردن هویت خود برای به دست آوردن شناسایی دولت ادامه دادند. تا 1970 میلادی برخی از معلمان دینی اهل سنت موعظه می کردند که کشتن هزارها کلید رفتن به بهشت می باشد. چنانچه از عصر حکومت مجاهدین از دهه 90 قرن 20 میلادی تا کنون نیز این موعظه ها ادامه دارد. آقای دلجو به سند دیگر نوشته جان تانلی اشاره می کند که زمانی که امیر عبدالرحمن بامیان را ترک نمود، شمار هزارهای شیخعلی را که از منطقه اسیر شده و به کابل انتقال داده می شدند به هزاران تن می رسید. شمار زیادی از آنان در راه انتقال به کابل مردند و یا کشته شدند. اسیران را در زمان انتقال به کابل جوقه جوقه توسط زنجیر به گردنهایشان به هم وصل کرده بودند. شنوندگان گرامی، امیر کابل برای نابودی هزارها در دستورنامه اش به فرماندهانشان واضح نوشته بود که این قوم باید نابود شوند، مردانشان کشته، زنان و فرزندانشان اسیر و به بردگی گرفته شوند، داراییشان تاراج و با آتش کشیده شود و زمینهایشان مصادره گردد تا بعد از نابودی کامل هزارها به اقوامی که در جنگ علیه هزارها جنگیده بودند تقسیم شود. بله، فرمان امیر کابل کاملا اجرا شد. مردان هزاره کاملا کشته شدند و یا راهی زندانها گردیدند. زنان و فرزندانشان اسیر گشتند و به بردگی رفتند. مال، دارایی و ثروتشان تاراج شد و زمینهایشان بعد از مصادره توسط دولت به قبایل پشتون توزیع گردید. در این مورد میر محمد صدیق فرهنگ، تاریخ نویس معاصر کشور، در کتاب افغانستان در 5 قرن اخیر چنین می نگارد: لشکریان امیر عبدالرحمن بر علاوه قتل و شکنجه مردان جنگی هزاره، بر زنان و اطفال هم ابقا نمی نمودند و ناموس زنان و دختران جوان را با کمال بیباکی مورد تعرض قرار می دادند. در هر منطقه‌ای که اردوی حکومت داخل می شد، پس از کشتار مردان جنگی و غیر جنگی، پسران، دختران و حتی زنان جوان را اسیر می ساخت و به عنوان غلام و کنیز در شهرها به فروش می رساند. در پایان جنگ عبدالرحمن 50 دختر زیبا را به عنوان صورتی برای تمه خود و شهزادگان انتخاب کرد. قرار سنجش نماینده دولت انگلیس از ماه جولای 1892 تا جون 1894 میلادی در حدود 9000 عم از زن و مرد تنها در بازار کابل به طور برده و کنیز به فروش رسیدند و حکومت تنها از فروش برده های هزاره در قندهار بیشتر از 70,000 روپیه مالیات اخذ کرد که مالیات وضع شده بر فروش کنیزان و بردگان 10% از قیمت فروش تعیین شده بود. آقای فرهنگ علاوه می کند که
در نتیجه یک تعداد زیاد هزاره های اروزگان و جاغوری و سایر نقاط که عرصه را بر خود تنگ دیدن، مملکت و وطن خود را گذاشته، با آنچه از عیال و اولاد برای آنها باقی مانده بود، شماری به سوی مشهد و شماری به سوی کویته در بلوچستان هند مهاجرت کردند و در آن نواحی متوطن شدند. منبع می افزاید که امیر عبدالرحمن با حس قوی قومی صریحاً از پشتونها و در بین آنها از درانیها طرفداری می کرد. بنابراین به جای اینکه مانع خروج هزارها از افغانستان شود، 12,000 خانوار درانی و 4,000 خانوار غلجایی را به اروزگان کوچ داد و زمینهایی را که قبلا ملک هزارها بود به آنها بخشید. به طوری که در منطقه اروزگان که تا آن وقت قلب هزارجات بود و مرکز آن حساب می شد، فقط 1,000 آن هم محروم از ملک و زمین باقی ماند. منبع: افغانستان در 5 قرن اخیر، نوشته میر محمد صدیق فرهنگ. هزارها و حاکمیت های استبدادی 100 سال اخیر، نوشته آقای عباس دلجو. از اخذ مالیات فروش اسیران هزاره، حکومت امیر عبدالرحمن و درباریانش امرار معاش می کردند و در هزارجات فرماندهان و گماشتگان امیر با تاراج ثروت، دارایی و فروش اسیران هزاره صاحب ثروت و دارایی هنگفته شدند که هر کدام در نقاط مختلف و مرفع شهر کابل و ولایت‌های بزرگ صاحب زمین، باغ و جایداد شدند و از همین پول و ثروت نسل‌های بعدیشان تا مقام‌های صدراعظمی افغانستان رسیدند. اما هزارها که بومی‌ترین و اصیل‌ترین باشندگان این سرزمین بودند، نابود گردیدند. شماری شاید این را یک مبالغه بدانند که هزارها چقدر نفوذ داشته که در حدود 62% آنها نابود شده و باز هم اکنون یک ملت قابل ملاحظه در افغانستان و جهان حضور دارند. شنوندگان عزیز، در قسمت‌های گذشته خدمتتان عرض نمودم که مردمانی که بیشترین جنگ را علیه امیر و لشکریان او نمودند، مردمان اروزگان، چوره، گیزاب، حجرستان، مالستان، قلندر، دایه، دایچوپان، زاولی، پشی، شیرداغ و نواحی جاغوری، قسمت جنوبی دایزنگی و دایکندی بودند. در حالی که فقط در جنگ‌های سال‌های 1893 مردمان دایزنگی، دایکندی، جاغوری و بهسود قد علم نمودند. لام تیمورخانوف در کتاب تاریخ ملی هزاره، به نقل از کتاب مأموریت درباره امیر نوشته گری چاپ لندن سال 1895 می‌نویسد که شمار افراد ملت هزاره کاملا رو به تنزیل نهاد، مخصوصا تعداد افراد ذکور. مثلا در یکاولنگ از مجموع 17,000 خانوار فقط 7,000 خانوار باقی مانده، در حالی که یکاولنگ یکی از مناطق مهم دایزنگی می باشد. منبع می افزاید که طبق اطلاع منابع رسمی قبل از شورش های سالهای 1892 تا 1893 طایفه بیسود دارای تعداد 20,000 خانوار بودند، ولی بعد از سرکوب شدن شورش ها نظر به سرشماری که به فرمان امیر عبدالرحمن در منطقه در ماه اگست سال 1894 صورت گرفت، تعداد آنها به 6400 خانوار تنزیل یافته بود. یعنی طایفه بیسود در نتیجه شورش ها 68% از مجموع نفوذ خود را از دست داده بود. منبع نیز می افزاید که باید یادآوری کرد که طایفه بیسود نظر به طوایف دیگری هزارجات در جنگ ها کمتر متضرر گشته بودند. از مردمانی که در قیام‌های نخست و بعد در قیام سرتاسری حضور فعال داشتند، در نتیجه یورش دتمنشانه لشکریان امیر و اقوام افغان دوسوی خط دیورند، پس از شکست قیام هزارها هیچ نام و نشانی از آنها باقی نماند. طبق نوشته علامه فیض محمد کاتب در کتاب سراج التواریخ، ملک اروزگان، چوره، قلندر، دایچوپان، زاولی، حجرستان، دایه، بوپاش، میانشین، تمران، گیزاب، پشی و شیرداغ، سلطان احمد و اطراف آنها را تا متصل جرغه و مالستان و هزارهای دیزنگی به مهاجرین و ناقلین افغان داد.
من به علاوه می کند که امیر عبدالرحمن هر منطقه را که به زور لشکر از هزارها گرفته بود تحویل افغان ها کرد و مردم بومی آنجاها یعنی هزاره ها را به زور از خانه ها و سرزمینشان در حالی که مردان و سرپرستان خود را از دست داده بودند بیرون نمودند که آنان با یأس و ناامیدی به سوی مرزهای شمالی که در اختیار روسها بود فرار کردند و امیر 12,000 خانوار درانی و 4,000 خانوار غلجایی افغان را بر املاک آنها در اروزگان جایگزین کرد. شمار اندکی از هزارها که باقی مانده بودند از دست ظلم و جبر نمایندگان حکومت و تجاوزات پی همه افغانهای مهاجر اشغالگر به سطوح آمده و راه فرار در پیش گرفتند که از هر 10 نفر یک نفرشان جان سالم به در برده و در مملکتهای خارجه یعنی ایران و پاکستان رسیدند و 9 تن دیگر توسط اموال حکومتی و مهاجرین اشغالگر در مسیر راه ها نابود کردیدند. این طوایف و اقوام هزاره که بیش از نیمی از جمعیت هزاره ها را تشکیل می دادند به کلی نابود شدند و همه می دانند که امروز دای چوپان در ولایت زابل همه قبایل پشتون در آن سکونت دارند. در منطقه میانشین و داله یا ولسوالی شاه ولیکوت ولایت قندهار تا حجرستان و گیزاب و تمران و کجران که بهترین زمین های زراعتی هزاره ها بوده یک خانه هزاره هم باقی نمانده. در مناطق اروزگان خاص، زاولی و مرزهای شرداغ، پشی، مالستان و جاغوری هزارهایی هستند که به حیث دهقان بالای زمینهای پدری خودشان برای افغانهای مهاجر و اشغالگر دهقانی می کنند. امیر عبدالرحمن شخص به نام دوست محمد خان را که در بیرحمی و قساوت مانند خودش بود به عنوان نماینده خود در هزارجات فرستاد تا زمینهای هزارهای شکست خورده از جنگ و میران و قبایل باقی را ضبط نموده و به اقوام مهاجر و ناقلین افغان که از اقوام درانی و غلجایی باشند توزیع نماید. این مرد خونخوار که از طرف امیر کابل موظف گردیده بود و هیچ دستوری را نمیپذیرفت در هزارجات چنان دست به ظلم و تعدی زد که حتی زمینهایی را که مالکین آنها زنده بودند و در دستگاه حکومت خدمت کرده بودند مصادره نموده و به افغانهای اشغالگر توزیع نمود. علامه کاتب می نویسد که صدها شکایت از طرف مردمان هزاره و حتی مسئولین محلی حکومتی که در هزارجات بودند علیه این شخص به نزد امیر عبدالرحمن می رسید و امیر نیز به خاطر که مردم و فرماندهان آزرده نشوند به شخص خود دوست محمد خان می نویشت که آیا این حقیقت دارد و آن نانجیب موضوع را دروغ قلم داد نموده و با امیر نامه های محرمانه را رد و بدل می کرد. طبق نوشته سراج التواریخ عبدالرحمن و دوست محمد خان دستور داده بود که زمین های هزارها را که در اختیار دولت هستند به افغانهای مهاجر یعنی کسانی که از کشورهای هند بریتانیایی می آیند توزیع نماید و یا به قبایل کوچی که جای و خانه و زمین ندارند. شنوندگان گرامی، در اینجا شما قضاوت کنید که آیا این روا است که مردم و رعیت خود را که مالک اصلی این سرزمین ها هستند کشته و برباد داده و مادار و مهاجرت کند، بعد هم قبیله های خودش را که دارای زمین و جایداد و همه چیز در بیرون از افغانستان هستند مهاجر شمرده و زمین و خانه های هزاره ها را برای آنها توزیع کند؟ آقای عباس دلجو با استناد از کتاب گسترش و تجارت در افغانستان مرزی نوشته کلاوس فریناند می نویسد که از سوی امیر عبدالرحمن قاضی یعقوب مسئول توزیع زمین ها و چراگاه های هزاره ها در بین کوچی های افغان مقرر شد. او تمام ملک ها و خانان کوچی ها را خواسته و اکثریت املاک و چراگاه های خوب و مهم هزاره ها را به مومندها و احمدزایه ها داد. ملک های کوچی هر اندازه زمین های زراعتی و چراگاه های مرغوب هزاره ها را که می خواستند تصاحب کردند. در حقیقت چیزی که واقع شد این بود که زمین های هزاره ها در بین قبایل گوناگون پشتون به عنوان پاداش شرکت در جنگ تقسیم شد. شنوندگان گرامی، گرچند پس از جنگ شمار زیادی از هزارهایی که از مرگ و اسارت نجات یافته بودند در مناطق جنگی روی زمینها و خانه‌هایشان مانده بودند و به فرمان حکومت مالیات و خسارات دولتی وضع شده را می پرداختند.
اما طبق فرمان امیر کابل و جبر حاکمان محل و نمایندگان رسمی دربار کابل مثل دوست محمد خان و قاضی یعقوب، تمام این مردم از خانه ها و زمین هایشان بیرون شده و زمین های آنها به قبایل اشغالگر جدید آمده از سرزمین هند بریتانیایی داده شد. افغان های تازه وارد آن عده از هزاره هایی را که در همجواریشان دارای زمین و جایداد بودند چنان اذیت و آزار می نمود که آنها از ترس جانشان مجبور به ترک وطنشان شده و زمین هایشان را آنان اشغال می کردند. در مورد یکی از هزاران مورد ظلم و جور افغانهای اشغالگر، علامه فیض محمد کاتب در کتاب سراج التواریخ جلد سوم و قایه هزارجات صفحه 219 چنین می نگارد: و هم در این هنگام شمس الدین نام اچکزایی جمعیت کرده مردم هزاره چوره را که ملکشان به او و دیگر اچکزاییان داده شده و بزرگان ایشان برای حصول امر زیست خیش در کابل آمده و چنانچه گذشت مأمور اقامت هزاره بیسود شده و پس در خانه نرسیده بودند، لطف و کوب زیاد نموده چند نفر را سخت بخستند و دو نفر را در بستر مرگ خوابانیدند و بدان اکتفا نکرده، دو تن در شب با شمشیر برهنه بالای سر هر یک از هزارگان مذکور استاده که اگر از جای خواب حرکت کنند از دم شمشیر است بگذرانند و دو تن دیگر تمام مال و منال آن هزارها را غارت کرده همی برد. طبق نوشته سراج التواریخ، افغانهای تازه آمده اشغالگر به دستور حاکمان محل و نماینده امیر عبدالرحمن راه‌ها را بر هزارها بسته بودند و از هر مسیری که هزارها عزم کوچ کردن را داشتند، مردانشان توسط دزدان تعیین شده قبایل افغان و کوچی به قتل می رسیدند و مال و دارایی آنها تاراج می گردید و زنها و پسرانشان به نام اسیر فرستاده می شد که زمین و خانه هایشان همه برای اقوام افغان توزیع می گردید. طبق نوشته سراج التواریخ، در مناطق مختلف هزارجات در حالی که در جنگ های 3 ساله و بیش از آن صدها با قلعه های هزارها در اثر جنگ توسط لشکریان امیر به مخروبه تبدیل شده بودند، اما باز هم بیش از 1000 قلعه توسط نمایندگان حکومت ضبط و با زمین ها و داراییشان تحویل اقوام و قبایل مختلف پشتونهایی گردید که در جنگ علیه هزارها حضور داشتند. لام تیمورخانوف به نقل از کتاب کلیات ریاضی نوشته محمد یوسف ریاضی هروی در تاریخ ملی هزاره می نویسد که زمینهای تسخیر شده و همچنان علفچرهای ضبط شده به مهاجرین استعمارگر افغان و یا به کوچه های افغان داده و یا به قیمت ناچیزی فروخته شد. افغانهای کوچی خسارات سنگین به زراعت و محصول هزاره ها وارد می کردند. گله های حیوانات کوچی ها کشت و زراعت هزاره ها را پایمال می کردند و محصولات زراعتی توسط گله های مذکور کرده و پایمال می شد و کوشش های هزاره ها برای دفاع از زمین های زراعتیشان سبب شد تا کوچی ها به کشتار هزاره ها بپردازند، در حالی که مسئولین محلی از خلال انگشتان دست خود حوادث را مشاهده می کردند، اما در اکثر اوقات حامی کارهای جابرانه و ظالمانه کوچی ها می شدند و آنها را در آن جهت تشویق می کردند. منبع می افزاید که کوچی های افغان به تدریج اراضی کشت شده هزاره ها را به منطقه چراگاه های برای گله های خود تبدیل کردند و همچنان علفچرها و چراگاه های دایزنگی، بیسود، دایکندی، ناهور، مالستان و جاغوری را برای خود تخصیص دادند و هزارها را مجبور ساختند تا زندگی مشقتبار و سختی را بگذرانند. همچنین در این مورد آقای دلجو به استناد از کتاب مردمان ناپدید شده صفحه 162 در مورد شرح حال هزارها چنین می نویسد: از سال 1980 میلادی به این سو بخش‌های وسیع از هزارجات به زور از هزارها گرفته و به پشتون‌های کوچی واگذار شده است که این پروسه، یعنی غصب زمین‌های هزارها، به صورت تدریجی و دوامدار اعمال شده و در نتیجه هزارها زمین‌های وسیع از هزارجات را از دست دادند.
هموطنان گرامی و شنوندگان عزیز، پس از حکمرانی عبدالرحمن خان جابر تاکنون 15 زمامدار به نام اسلام یا مسلمان در افغانستان حکومت نمودند و هر کدام خود را سایه خدا و صاحب اختیار مسلمانان می دانستند و شعار حکومتهایشان اسلام بوده و هست. آیا تاراج، دزدی، چپاول، اشغال بزور دارایی و زمین یک فرد یا یک خانواده و یا یک طایفه و یک قوم از نگاه دین اسلام جایز است؟ در این مورد آقای عباس دلجو در کتاب هزارها و حاکمیت‌های استبدادی 100 سال اخیر تمام آنهایی را که خود را در رشته اسلام شناسی و شرع اسلام صاحب نظر می‌دانند و هم آنهایی که بیش از 100 سال است که بر زمین‌ها و خانه‌های نشستند و نسل در نسل از آن امرار معاش می‌کنند را از نگاه شرع اسلام و انسانیت به حقوق بشر به چالش کشیده و به مناظره فرا می‌خواند و می نویسد که آیا هستند کسانی که به این سوالات پاسخ بدهند؟ آیا نماز و عبادات الهی بر روی زمین های غصب شده و در داخل خانه های غصب شده و به زور گرفته شده جایز است؟ آیا محصولات و منافع به دست آمده از زمین هایی که غصب شده باشند حکم حلال را دارد؟ آیا ثروتی که از فروش مال دزدی و غصب شده و به تاراج گرفته شده به دست آمده باشد حکم حلال را دارد؟ آقای دلجو فتواهای مذاهب چهارگانه اهل سنت هر یک حضرت امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه، حضرت امام شافعی، حضرت مالک و حضرت امام احمد بن حنبل را با حدیث معتبر از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بیان داشته است که در نتیجه چنین جمع آوری می شود که زمین و دارایی غصب شده و به زور و جبر گرفته شده حرام مطلق است و هیچ کسی حق تصرف آن را ندارد مگر این که به صاحبان اصلی آن و یا وارثین آن برگردانده شود و یا رضایت آنان در قبال خرید زمین و دارایی گرفته شود. آقای دلجو می افزاید که با توجه به این استدلال های شرعی و فقهی امامان مذاهب چهارگانه اهل سنت و جماعت وارثین آن عده از پشتونهایی که زمین های هزاره ها را به زور و جبر به پشتبانی حکومت های وقت غصب کردن اگر خود را مسلمان می دانند باید آگاه بر این امر باشند که زمین ها و املاکی که امروز در اختیار دارند در زمان عبدالرحمن خان و یا پس از آن تا دوره حاکمیت طالبان توسط پدران و نیاکانشان به زور و جبر از هزاره ها گرفته شده و غصمی می باشد و همچنین پشتونهایی که پدران و نیاکانشان زمینهای هزاره را به زور تصاحب کردند بدانند که تا کنون بر روی زمینهای غصب شده نماز خواندند و همه عبادات آنان طبق شرع باطل می باشد. اینجا بنده ضروری می دانم تا مطالب اخیر را به زبان پشتو خدمت هموطنان عزیز خود عرض نمایم. گرانو هیوادوالو، تاسو طول تا معلومه ده چه ده امیر عبدالرحمن خان ده حکومت پا وقت که زینی منزنه مغربی او جنوبی هزاره جات لکه اروزگان، چوره، گزاو، دایه، حجرستان، دایچوپان، زاولی، داله، نومش، موساقله، تمران او زینی نور زایونه ده حکومت او زینی پشتانه قبایل و لخوا پزوره ونیول شو او خلقه یا مرشول یا لملک سخه باهر و تشتیدل او یا دی حکومت پا بندی خانو که عمر تیر کرل او شزی او ماشومانی دی کابل، کندهار، هرات او جلال آباد پا شارون که دی کنیز او غلام پا توگه خرس شول. نزما پشتنه دی گرانو و تنوالو سخه داده چه آیا دی یو قوم یا یو کلی یا یو سرین زکه، جایداد، کلی، کور، پیسې او نور شیانو غصبول، لوټول، په زور ازنی اخستل، غلا کول د اسلام د مقدس دین په شار کې حرام نه ده؟ که حرام ده نو دا هم باید ومني چې د اسلام د مقدس شار لروی پر غصبی شیان، پر غلا شوی شیان یا کور یا جایداد یا ځکه باندې مونز او نور عبادتونه ټول باطل دي. نو هغه پښتانه ورونه چې په یاد شوي سیمو کې اوسیږي باید پوه شي چې د هغوی پلرونه او نیکګان دا ځایونه او دا مځکې
او دا جایدادونه ټوله له هزاره مسلمانانو څخه د یو ظالم او جابر حکومت په زور نیولی او غصب کړی دی. نو که دوی ځان مسلمان بولی او د اسلام د مقدس دین پر احکامو باور لري، نو باید پوه شي چې تاسو پر غصبی جایداد او مځکو باندې عبادت کوي او د اسلام د شر په اساس پر غصبی ځای مځکه او جایداد باندې لمونځ او یا نور عبادت کول مطلق باطل دی. شنوندگان عزیز و گرامی، این بود قسمت اخیر از جنایت های امیر ستمگر عبدالرحمن علیه هزارها و سرنوشت غمبار این قوم بداقبال. درود بر روح پاک شهدای گمنام مردم ما. تا برنامه دیگر، خداوند یار و یاوردان.